روز 12 از چالش 30 روزه ریتینگ 2500 بلیت در سایت chess.com بریم امروز هم کلی از شطرنج لذت ببریم. 3 دقیقه بازم میخوام بازی کنم و با سرعت زیاد میخوام بازی کنم که بازی ها رو از دست ندم. خب این باری 4-5 رو بازی میکنم. یکی از دوستان گفته بود که خیلی داری دیگه سیسیلی بازی میکنی. خب باشه این بازی میرم 4-5 بازی میکنم. وارد شاخه 4 اسب شد. چرا پیاده E4 رو به من داد این حریف؟ نمیدونم، این ضرب مرکزیه و فیل C4 اشتباهه. حالا مگر اینجا قلعه ای چیزی بره که وضعش به مشکل بر نخوره، که قلعه رو رفت من باید بزنم. بعد فیلی هفت دارم، یه پیاده جلو هم، وزیر D5 فکر کنم پیاده رو پس میگیره. بله وزیر D5 پیاده رو پس گرفت. باید یه کار دیگه میکردم، حالا زیاد چیز مهمی نیست. پیاده رو بزنه، فیلو برم F6، C6، D5 رو در ادامه خواهیم داشت. خب یا A5 هم بازی کنم یا خدا چه اینجوری کرد. C6، خب یا A4 هم بازی کنم، فیل C6 رو C8. حالا مثلا وزیر رو میذاریم B6، فعلا این پیادش زیر ضربه تا ببینیم چی میشه. یکم بهترم فکر میکنم توی شروع بازی. روز قبلی به ریتینگ 2300 رسیدیم، امیدواریم که ادامه داشته باشه. رو خادش خیلی عجیب و غریب بود. حتما حتما ویدیو رو لایک بزنید که افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و از کار من هم به این شکل حمایت کنید. رخ رو بذاریم E8. خب اینجاها رو خوب بازی نکرده حریفمون واقعا و وضعم خوبه. حالا باید ببینیم توی ادامه بازی اما میتونیم این وضعیت رو نگه داریم یا نه. پیاده B2 ضعیفه، وزیرم اینجا داره خوب کار میکنه. فقط الان چجوری چیزی رو اضافه کنیم؟ آیا 3-5 3-4 بازی کنم؟ بله 3-5 رو میرم بزنه، مهم نیست، میخواد بزنه که بزنه. حالا پیاده H5 هم میگیره اگه بزنه. خب من خودم میخواستم فیلو به خونه F5 بذارم، از فیل در H5ش هم به یه جوری جلوگیری کردم. خیلی دیگه داره پس و پیش بازی میکنه، رو زمانم داره سرمایه گذاری میکنه. فیلو بذارم E4، خب با رخ بگیرم، وضعم خوبه دیگه اگه بد بازی نکنم. وضعم خوبه، رخ میره E2. الان میتونم 3-4 بازی کنم که نمیدونم 3-4 میخواد چی کار کنه. میتونم نه ساده رخی 8 بازی میکنم که بزنه میزنم. جناح وزیرش هنوز گسترش پیدا نکرده، زمان یکم عقبم که باید توی این بازی حواسم بهش باشه. خب وزیر رو گذاشت اینجا. آیا وزیر B5 خیلی قوی نیست اینجا؟ وزیر B5 بازی کنم چی کار میکنه؟ J1 تسلیم شد. شاه J1 داشتی یا حالا تسلیم شد. حریفم 2406 ریتینگش بود، چرا اینجوری بازی میکرد رو نمیدونم. بریم یه گیم ریویو بزنیم. خیلی رو زمان سرمایه گذاری کرد و یکم وضعش بد شد. خب گیم ریویو من 94% دقت داشتم، خوبه تو بازی 3 دقیقه بدون فیشر، خیلی خوبه به نظرم توی این بازی. حالا میگم فیل 3-4ش اصلا یه اشتباه عجیب و غریب بود. قله هم رفت اینجا به جای قله، بالا از در 3-3 زدم. فیلی هفتم اشتباهه. H6، خب من هیچ وقت گروه خونیم به H6 نمیخوره. ببینم اوپنینگ رو یه چکی بکنم. F6 میدونم اینجا وجود داره، آره F6 پیاده رو حفظ میکنه. ولی خب وزیر D5 بازم وزیر E7. حالا H6 رو شاید آنالیسیس دیچس رو بزنیم، میگه H6 وزیر D5 وزیر F6 بهترین راه. این شروع بازی رو یکم با دقت بیشتری بررسی کنید وقتی دارین کار میکنین. حالا H6 و F6 توی به درد بازی فکری نه، ولی خب مثلا میتونیم بگین خب H6 مثلا برای بازی بلیتس به درد میخوره، وگرنه اگه برای بازی مسابقات حرفه‌ای میخواین باید با انجین های خیلی قوی تر بررسی کنین. فیلی 7 وزیر D5 حرکت گریتش این بوده، پیاده رو پس گرفت. فیل F6 C6 فیل B3 بی دقتی بوده. A5 هم خوبه، توضیح هم میده، میگه داری
به فیلش حمله میکنی، فیل 3-4 برگشت، G6 great move، G6 که دیگه مجبوری بود. A4 میخوام جناح وزیرش رو خراب کنم با حرکت آسه، مجبور شد آسه رو بازی کنه. حالا این سه تا پیادش ضعیف شد، وزیر رفتیم به 6، رخو گذاشت A2 که خیلی حرکت عجیب غریبی بود. 3-5 میگه بهتره بدون مثلا تابلو بازی نمی کردم، شاید بهتر بود. حالا فیل 6 هم خوبه قطعا، رخ A1ش اکسلنت، رخ E8، فیل G7، H4 میستیک، H5 هم خوبه، 3-5 هم خوبه، فیل F5 خوبه. فیل E4 میگه خوب نیست، به جاش فیل G4 رو بازی می کردی بهتر بود. فیل G4 تعدیل 3-4 رو دارم، نکته اینه تعدیل 3-4 رو دارم و اون مجبوره تقریبا 3-4 چیزی بازی کنه، وضعش خیلی بد میشه. فیل E4 رو تونست بزنه، F3 هم که بازی کرد رخ وارد E2 شد. الان میتونستم 3-4 کنم ولی خب بازم فرق زیادی نمیکرد. وزیر رو گذاشتم به 5، الان با شاه G1 برمیگشت که حالا من میتونم 3-2 رو بزنم، میتونم D4 بازی کنم، بازی برنده است. خوب بود، یکم فقط کنترل زمانیم خوب نبود. بریم بازی بعدی رو بازی کنیم توی سایت، امیدوارم که از این بازی لذت برده باشیم. بریم بازی بعدی، پلی رو بزنم، این رو بزرگ کنم، این بار مهره سفید رو خواهم داشت. بریم سیستم لندن رو بازی کنیم با این حریف، سیستم لندن. D4 اسب F3 فیل F4 E3 لندن چیز رو هم بازی میکنم، لندنی که خیلی خیلی لندن حرفه‌ای نیستش، همینجوری چون لندن رو خیلی هم خوب بلد نیستم این لاینش رو بازی میکنم. خب یه قلعه برم ببینم میخواد چی کار کنه. اگه اینو میخواد بازی کنه بهتر همینه که با 3-3 ادامه بدم که مرکزم رو حفظ کنم. E5 رو مطمئن نیستم این حرکتش چیه، با چجوری جوابش رو بدم. بریم A4 رو بازی کنیم، نذاریم A4 بازی کنه. H6 که اسب بزنم D2، فیلو برگردیم، F5 رو بازی کرد، بالاخره میخواد توی جناح شاه بهم حمله کنه که کاری که خودمونم معمولا انجام میدیم، ولی خب حالا امروز خودمون لندن بازی کردیم دیگه، ببینیم چی میشه. وزیر به سکیش، رخ F رو بزنم D1، شاید یه زمانی خواستم E5 رو بزنم، یه زمانی در مکانی. اوکی، یه سری حرکه علکی بازی کنم، فیل B5 مثلا دارم میزنم، مثلا F4 رو میزنم. خوب شد که برای من F4ش رو دوست نداشتم، برای اون، برای خودم دوست داشتم. وزیری 6 میشه بازی کرد، رخی 6، وزیر F5، رخ H4، رخی 6 هم خوبه، از 3-5 رخ در F6 خوب میشه، بد نیست. وزیر F5 از H4 میشینم به پیاده G6ش، از 3-5 بازی کنه میزنم تو F6، بزنم تو B3، F8 رو با کیش میزنم و برنده میشم. یکم میخوام روی این پیادش فشار بیارم، نمیدونم دقیقا چی میشه، حالا دیگه تازه واردش شدیم. میتونم الان فیل 3-4 رو بازی کنم، فیل 3-4، بله فیل 3-4 به نظر مرکب خوبیه، دارم اوکی، خیلی حواسم به این حرکتش نبود. بس به 6ش باید دست به 4 رو بازی میکردم. خب بریم رو، خب بریم E4، یکم خطرناک شد. چیزی ندارم اینجا، تاکتیکی چیزی، رخی 4 D5 نداره، است در 3-4، نه رخی 4 خوب نیست، رخو برگردم E2 زد و با وزیر میزنم. آره تعویض وزیرها و زمان خیلی کمی دارم توی این وضعیت هم بازم. وای 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 وای، خوب شد وزیرمو نمیدم، فیل F5 داره، وزیر B5، اینش زیر ضربه، اینش هم زیر ضربه. حالا حالا اینش خیلی مهم نیست چون فیل در H3 داره، ولی B7ش زیر ضربه. من B7 رو میزنم ببینم چی میشه.
آزمایش دیگه، یا آزمایشی میکنیم ببینیم چی میشه. اسپی پنج رو میزنه میزنه، وزیرم گیر میکنه، وزیر B3 بازی کنم که برگردیم. اصلا اوضاع خوب نیست، اصلا خوب نیست. وزیر بذارم آسه، یه نیم نگاهی به این رخش داریم، یه اسپی پنجایی میخوایم بازی کنیم، همینا دیگه. رخ یکم دارم میام، باید سری بازی کنم دیگه از این به بعد. رو رخو میذارم یک، میزنم رخ برمیگردم یک، خوب شد فکر میکنم، خیلی بد نشد الان دیگه. اسب برم F3، این فیلم بیرون نمیاد، این فیلم رو باید یه کاریش بکنم. وزیرم هم جای خیلی خوبی نداره. وزیر C5، وزیر E2 بیاد ده D1 کیش میده ها. G3 اجباریه فکر میکنم. خدا، بازم تو این زمانه داره درد سر میشه. یه پیشنهاد مساوی به حریفم میدم ببینم چیکار میکنه. قبول نمیکنه، ولی خب یه، چون که دارم اینو میزنم اینو میزنم، یکم امکانات دارم، بد نیست. اینم پریموف کنم که اگه زد با فیل پس بگیرم. این همه گفتم زمان و مدیریت کن، بازم خود باید بریم خیلی سریع فکر کنیم. اسپی هفت، وزیر در C7 میزنم، شاه G2 بزنیم، پریموف کنیم. خب خیلی از این زمان برگشت که به مشکل داشتیم توش. وزیر در D5، اگه خیلی سریع بازی کنم میتونم این بازی رو ببرم. اگه خیلی سریع بازی کنم، تهدیدی نداره فعلا. منم دارم اینجا کیش میدم و مات میشه. خب این بازی رو تونستم ببرم، خوب بود، ولی خب یکم کنترل زمانم مشکل داشت. حریفم 2220 بود. بریم بازی رو گیم ریویو بزنم. ای خدا، چه بازی سختی. میگه یه مهره رو دوبار توی شروع بازی تکون بدی به عنوان یه زمان از دست دادن و تمپو از دست دادن حساب میشه. البته معمولا خودش هم گفته، خب سیستم لندن 3-3 خوب نیست، میگه باید فیلچتو رو بازی میکردی، اون وقت اگه E5 بازی میکرد چی کار میکردم؟ با 3-3 میکردی ها. خب داره چرت و پرت میگه، یکیه، فرقی نداره. بیدقتی هایی که به من میده همشون همونه، یعنی برتری همونه. کیش دادم رخ D1، وزیری 7. شاید بهتر این بود اینجا E5 رو میزدم، فیل B5 هم خوب نبود، F4ش یه اشتباه پوزیسیونی بزرگی بود. به جای این حالا میتونست E4 رو بازی کنه مثلا. F4 حالا همین که خودم زدم خیلی خوبه. حالا رخ اومد E1، فیل رو سریعتر میذاشتم D3، حالا بعدن با ایده رخ E6 بهتر بود. مثلا فیل D3، حالا اگه اسبش رو بذاره B6 میتونم کارهای دیگه بکنم، مثلا اسبمو بذارم E4 دیگه. رخ هم تو E6 جاش خوب نیست. وزیر F7 که بازی کرد، الان یکم از B6ش تنها دفاعه، وگرنه دارم از B4 میکنم، G6 رو میزنم، دارم D6 رو میزنم و اصلا شبکه ماتیه. ولی با این یکم وزن بد شد، تایمم هم خیلی عقب افتاد، یه دقیقه بیشتر از یه دقیقه عقب افتادم. فیل F5ش یکم بهم بازی داد، خوب شد این پیاده رو زدم، یکم امکانات کسب کردم. از اینجا به بعد و دیگه سریع بازی کردم، یعنی خیلی فکر نکردم. این تعویضام بهم کمک کرد. اینجا GSM میگه بده، میتونستم فیل در F4، فیل در F4 بعد که زد وزیر در C6 دیگه خونه H2 برای شاه هم خالی میشه. حواسم به این نبود، یه تاکتیکی رو از دست دادم. ولی خب بازم پیشنهاد مساوی هم که دادم وزن برنده است، ولی خب وقتم خیلی کم. البته رو بازی فکر نمیکردم برنده باشم واقعیتش. اینجا دیگه بهتر این بود که فیل B7 رو بهش ندم، ولی خب داشتم رو تا زمان کار میکردم و اینجا مات شد، زمانش هم افتاد. و اینم از این بازی. بریم بازی بعدی،
دو تا بازی بازی کردیم، حالا بریم بازی سوم ببینیم بازی سوم چی میشه. خب حریفی از کشور چک، بازم 4-5 رو بازی میکنیم که یه مجموعه هم راجع بهش ساختیم. خب اسکاتلندی رو حریفمون بازی میکنه، شاخه فیل 3-5. فیلیسه وزیر F6، خیلی وقت من اینا رو بازی نکردم، امیدوارم که بد بازیشون نکنم. اینجا یه وزیر G6 وجود داره، میخوام ببینم اونو بازی کنم یا نه، یا نه اول اسب E7، اول اسب رو بریم E7، حالا وزیر رو میذارم G6 ببینم چه جوری جواب میده. از در C6ش معمولا حرکت خوبی محسوب نمیشه. خب استر 3-6 فیل در ایسه، اگه استر E7 بزنه حتی با شاه میتونم بزنم، ولی وزیر در G2 هم دارم. فکر میکنم فیل در ایسه خوب باشه دیگه، وزیر در E4 هم داشتم آخه. خب سوار عقب افتادم، وای سوار، چجوری سوار عقب افتادم من، حواسم نبود یه سوار دادم توی شروع بازی. خب چیکارش کنم الان؟ شادری هفت میزنه، اینو بزنم، رخ میاد F1 بازنده. وای چه فکر نکردم سوار رو دادم. رو اینه ستاش زیر ضربه، وزیر در G2 رو بزنم حالا فعلا. خیلی بد شده، یعنی یکم و دوکم هم نیست، خیلی بد شده. فیلمو میذارم F4، حالا چیکار کنم دیگه. وزیر D5، قله هم ندارم برم، فیلم هم زیر ضربه حالا در ادامه. خب باید رخو بذارم F8، چیز دیگه ای نمیبینم، بازندم. فقط یه چند حرکت ادامه میدم که همینجوری تسلیم نشیم. شروع بازی رو دام گفتم، اینو خیلی وقت بازی نکردم، ولی خب 3-6 چجوری بازی میکنه دیگه، فکر نکنم ها 3-6 رو بازی کنم سریع. این پیاده E4ش یکم زیر ضربه، مثلا از D6 کیش بده میتونم بزنم وزیر در E4 بزنم، یه پیاده دیگه بگیرم که این کارو کرد. حالا یه پیاده دیگه رو داد، ولی خب خیلی وضعش بد نیست. چند تا پیاده از 5 تا اوکی بازنده کامل هم الان دیگه. وزیر در این، وزیر E6، خیلی عقبم، نه خیلی عقبم که اصلا جبران نمیشه. بزنیم وزیر رو بهش بدیم ببینیم حالا چجوری ما رو میبره. خدا با D یا با F، با D چه شروع بازی بازی کردم تو این بازی، چه بازی رو داریم از دست میدیم. یکم حالا شروع بازی ها رو دقیق بازی نیم، قلعه بزرگ رفتم. وقتم هم کمه، اگه وقت برعکس بود میبردم بازی رو، ولی خب وقت خوب نیست. خب F6 E5 همینجوری فقط ادامه میدم که شاید یه اشتباه خیلی بدی رو مرتکب شد، وگرنه هیچ شانسی توی این وضعیت واقعا وجود نداره. آیا مرتکب شد اشتباه رو؟ آیا اشتباه رو مرتکب شد؟ الان وقت ندارم بزنم. شاسه هفت دفاع کرد، ولی خب وای چیزی پیدا کرد. حالا نه دیگه بازنده شدم،
چیزایی همینجوری پیدا شد. یه لحظه الان بعد بازی میرم سریع چک میکنم ببینم شروع بازی رو کجا اشتباه کردم. خیلی مهمه که بعد از بازی ها بدونیم که کجا اشتباه بازی کردیم که اون رو درست کنیم. زمان داشتم شاید میتونستم این حریف رو ببرم اگه زمان داشتم. همینجا هم میشد یه کارایی کرد. خب پریمووامون هم نمیگیره حتی. یه پاتی چیزی به ما بده. خب سفید برد، ریمچ میزنم باش اول یه دور. ریمچ رو قبول کرد. خب بریم ایچار رو بازی کنیم. سیسیلی، دفاع سیسیلیس رو سیسیلی روسولیمو و این لاین رو بازی که هست و میزنم 3-3. لاین خوبی نیست برای مهره سیاه این لاین در مقابل سیسیلی روسولیمو. خب حریفم ریتینگش هم نمیدونم دقیقا چند بود. وزیر افسکیش شایشیش بازی کرد. خب عجب، این تئوری داره انقدر سریع بازی میکنه یا من چیزی رو از دست دادم؟ D4 رو وزیر A5 کیش داره. D4 رو وزیر A5 کیش داره. بریم قلعه. شطرنج بازی کنیم باهاش. یه سوار عقبیم توی شروع ولی خب چیز مهمی نیست. 3-4. از 3-7 میزنه وزیر D5 مات. اسبش باید میومد B6. اگه D4 رو بازی کنم بزنه D5 کیش بعدش باید مات بشه. یه سواری رو اینجا بهش قربانی دادیم ببینیم درسته یا نه. نمیدونم، دارم D5 کیش میدم. خب آمپاسان خیلی هم عالی، دل شیر دارن این حریفمون. D5 وزیر اینجا. D5 شاه اینجا وزیر. وقت کم. D5 نمیخواد. رخ کیش. شاه اینجا. شاه بزنه فیل F4 دارم. شاه میره عقب وزیر کیش. رخ کیش رو بدم. دو تا سوار عقبم ها، ولی خب مهم نیست تو این وضعیت. وزیر کیش شاهی 8. وزیر کیش شاه اینجا. وزیر کیش شاه اینجا. وزیر کیش شاهی 8. وزیر کیش شاه D7. بریم 3-5 رو بزنم فعلا. نمیدونم، شایدم چیز بهتری داشتم ولی خب حالا فعلا با همین سر کنیم. وزیر کیش شاه C6 هم داره الان. کیش به سر رو بازی کنم. سری باید بازی کنم دیگه، وقت ندارم. مات این وضعیت، ولی خب من که وقت ندارم بعید میدونم بتونم به راحتی ماتش کنم. وقتم هم داره میفته. خیلی هم عالی، وقتم هم داره میفته. ماتشم نکردم و هیچی به هیچی دیگه.
قد بد بازی کردم. وای 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 چه زمانی رو از دست دادم. کاریش نمیشه کرد این بازی رو دیگه، وقتم خیلی کمه. بازی که باید مات میکردم و مات نکردم و حالا این شده. 2-0 عقب میفتم، بریم ریزاین بزنیم یه ریمچ دیگه باش میزنم. خب بریم ببینیم این بازی چی میشه. اسب 3-5 سری بازی میکنم این بازی رو. انگلیسی بازی کرد، حالا وارد سیسیلی ماروکسی داره میشه کم کم بازی. خب بزنه بزنه آقا بزن. هم میخوام سریع بازی کنم هم فکر نکنم. تو این بازی هم فکر نمی کنم جواب بده این کار. وزیر آپن فیلد دو با کیش میزنه توی هفت که حواسم بهش نبود. بزنیم یه پیاده عقب افتادم توی شروع بازی. حالا یه حمله هایی دارم ولی خب خیلی قدرتمند نیست. یه پیاده عقبم این بازی رو. رو خب بریم F6. سه یک شاید میخواد 3-5 رو بازی کنه. اخ چه شیش. بازیکن خوبی، حالا انصافاً از حق نگذریم بازیکن خوبیه. اگر نخواهیم از حق بگذریم بازیکن خوبیه. سه پنج رو میخوام حالا ده پنج کنم. رخو بریم جی 6. جی 6 نرفتم. باید یه چیزی اینجا داشته باشم. از این جی 5 با ایده ده 5 نمیشه. همین وزیر رو بریم F6. تهدید یه حرکته دارم. خب میرم H6. D6 رو بزنه روی فشت. چه بدبختی گیر کردیم. مات هم نمیشه و دفاع هم میشه وضعیتش. همیشه هم وقتم کمتره. وزیری هفت. خب بریم فشت. بازم دفاع شد. ای بابا فیلو میذاره G2 دفاع میکنه.
بازم مشکل وقت داریم. ای بابا ای بابا، 3 تا بازی بهش باختم. نمیدونم چی کارش کنم این حریف. هم قوی بازی میکنه هم ناقوی. خب بریم بازی بعدی باش ریمچ. تا صبح فردا قرار منو ببره. اومدم زیر 2300 اصلا و خیلی افتضاح دارم باش بازی میکنم. دفاع سیسیلی باز هم بازی شد و این بار سیسیلی کان رو بازی میکنه. خیلی بازیکن سرعتیه و منم سرعت ندارم متاسفانه. سرعتمون تموم شده. این چیه دیگه؟ نمیدونم. E5 رو بازی کنم. باریم که چیز خاصی نباشه. اسپاچار وزیر اینجا 3-3. بریم زیاد فکر نمی کنم. تبدیل به تئوریش کردم وضعیت. وای چرا اینجوری بازی میکنم؟ بازم پیاده دادم. بازم پیاده دادم و بازم وضعم بد شد. نمیفهمم دیگه واقعا. فقط سریع بازی کنم برم قلعه. پیاده E5 رو همینجوری بهش دادم. B4 بازی کنم. از D8 فیلم جای خاص فیلم. بزنم 3-5. خیلی سرعتش بالاست. حالا مهم نیست. باید این بازی حداقل از لحاظ سرعت یکم جبران کنم. ببینم میتونم سرعتم رو یکم بالاتر ببرم یا نه. همش هم یه حرکته بازی میکنه. نه واقعا بازیکن خوبیه. یعنی به این صورت نیست که بازیکن ضعیفی باشه. ولی خب بازم داره پیاده دیگه هم ازم میگیره. اسپشو گذاشت E4. خیلی داره نیرومند بازی میکنه واقعا. فیلد E4 E5 فیلی سست در سس. چیکارش کنم فیلمو؟ زورم بهش نمیرسه این بازیکن واقعا. ولی خب باش بازی میکنم. تو هر وقت بازی کنه منم بازی میکنم. ولی زورم بهش نمیرسه. چیزی که متوجه شدم اینه که خیلی قدرتمنده. بریم فیل به 5. خب حالا اینجا یکم بد نشد اوزا. پیاده رو بندازم رو آسه. فیل G4 داره. باید حواسم باشه. یه وزیر G3 بازی میکنم اول. تعویض وزیرها رو انجام میدم. این بازی مساوی هم بگیرم باز خوبه. داره F4 میاد. F4 رو بازی میکنم. بد نشد یکم برام چون بعدا خونه D4 رو میتونم ازش بگیرم. خب نشستیم اینجا.
تعویض وزیر رو که نباید انجام بدم قطعاً. چه شیش داره؟ پیاده رو زد. ندیدم. وزیر کیش؟ رو اینه؟ خب رخ چسه. وای 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 فیلش دفاع وزیرش است. 4-0 4-0 ازش عقبم. واقعا عجیبه برام که انقدر بد دارم بازی میکنم. حریفام قدرتمندن دیگه، چیکار کنم؟ همه چیزم بازی میکنه. دفاع سیسیلی شد این بار باز هم. ببینیم اینجا رو چی کار میکنیم. حداقل یکم سری بازی کنیم. شروع بازی ها رو که خوب بازی نمیکنه، ولی خب بعدش رو خوب بازی میکنه. حالا فکر نمیکنم بازی کنی باشه که از چیزی استفاده کنه واقعا، چون شطرنجش قویه و من فکر نمیکنم که مثلا از چیزی استفاده بکنه، ولی خب حالا احتمال هر چیزی هستش. بخواد اینو بزنه، وزیر بزنم 3-7. بله خب 8 یه چیشی هم بازی کنم. سه پنج قاعدتا الان باید وزم خیلی خوب باشه. قاعدتا بزنم وزیر A5 به سه داره. بزنم وزیر A5 به سه. یه ضرب بزنم D7 رو میزنه، خوب نیست. با وزیر بزنم E5 میکنه، خوشم نمیاد از این اصلا. به D4 رو بزنم، حالا وزیر A5 هم بازی کنیم. زد؟ چرا زد؟ حالا شاید چیزی دیده که من ندیدم احتمالا. بیلوزم E5 واقعا از لحاظ زمانی خیلی سریه دیگه، من کار زیادی نمیتونم بکنم در این مورد. D5 دارم، حالا شطرنج رو میتونم وضعمو بهتر کنم، ولی خب زمانی رو نمیدونم چیکار کنم. بریم D5 رو بازی کنم. وضعیت باز بشه احتمالاً به نفع منه. حالا چقدر این احتمال نمیدونم. باید بتونم رخام رو دوبل کنم. 3-5 داشت که حواسم بهش نبود. بازم حواسم به چی هست؟ اینو تعیین تکلیف بکنم برای خودم که حواسم به چی هست که
پذیرین جون. اصلا عجایب این بازی برای من. اسباش یه چنگالایی میگیرن که تا حالا تموم بازی تموم و هیچ راهی نداره. ای خدا ای خدا ای خدا، زورم بهش نمیرسه. یه ریمچ دیگه فکر نمی کنم دیگه بازی کنه. بله خیلی منو برد دیگه، چیکار کنم دیگه، 5-0 بهش باختم. خیلی نتیجه زیباییه، هم از من قوی تر بود، همین که سریع تر بود. حالا دیگه این که احتمال این وجود داشته باشه که مثلا کاری بکنه رو فکر نمی کنم. فکر می کنم بازی خودش بود و خودش قوی بازی می کرد. ولی خب حالا میگم احتمال هر چیزی توی شطرنج هست و نباید نادیده گرفت. یه کسی هم که میبینی زورت بهش نمیرسه به نظرم باید بیخیالش بشی. حالا زمانی داشت خیلی از من سریع تر بازی میکرد دیگه، باید بیخیالش میشدم به نظرم. خب اگه ده پنج بازی کنم فیل در سه میزنه، بریم ای پنج رو بازی کنیم. اسب با پنج داره اصلا، ولی خب حالا از این رو میذارم آچار. آچار بهتره. ده پنج ای در اف شیش ندارم. خب با اسب به نظرم بزنم محکمتره. یه فعلا میخوام ریتینگ رو جبران کنم دیگه، کار دیگه ای نمیشه که. اولش خیلی خوب جلو رفتم، یه 2400 بردم، چه میدونم کارایی کردم، ولی خب بعدش همه چی خراب شد. راسته پنجم به این حریف دادیم، همینجوری نمیدونم چرا. اوورلوک ها اومد و دیگه اوورلوک که زیاد بشه، اشتباه فاحش که زیاد بشه بازی بد میشه. زمانش هم همیشه از من بیشتر بود. حالا ریتینگش هم 2300 بود مثلا، خیلی بیشتر از من نبود، خیلی کمتر از من نبود. دو منطقیه. پیادرم بزنم منطقیه به نظرم. نه اینو میزنه اینم میزنم، یه پیاده میگیرم دیگه، چیکار کنم. وای 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 وای. پنجیچ شطرنج آنلاین هم دردسری. خب میخواد وزیرش برسونه ده پنج ماتم کنه، به خدا اینا. از در سه شیش وزیر ده پنج، اس بی هفت میزنه، وزیر در ده پنج میرم دیگه زیاد. وزیر جه پنج، ولی خب بازم دفاعهایی داریم. این کیشو بدم فعلا، چون دارم وزیر در آهشتم بزنم بعدش. آره نباید بزنه. خب حالا رخی پنج بازی کنم، یه رخی پنج دارم، یه شاه اچ دو. شاه اچ دو مشکلش چیه اینجا به نظرتون؟ فیل ده پنج که نداره، بریم بازی کنیم. اچ سه و جه دو باید دفاع بشن. رخ و بیاد، وزیر رو برمیگردم اف سه، اسب اف چهارش رو زیر ضرب دارم اگه یه هفت رو بزنه. با حریفی که خیلی سریع باشه فعلا دیگه بازی نمی کنم تا سرعتم بره بالا. این درسیه که امروز گرفتم، اگه بزنم چیزی نداره به نظرم. با حریفی که خیلی سریع باشه اصلا این حریف خب سرعتش مثل منه، حالا بازیشم ضعیفتر هست ولی خب سرعتش مثل منه و خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه. حریف خوبی هم هست.
خواد یه جوری فیلد پنجش رو به کار بذاره، ولی خب فرصت نکرد. بزنم وزیر سه هشت. خب این بازی انواع و اقسام تاکتیک ها رو زدیم، بریم با این ادامه بدیم بازی رو، یا ریمچی هم با این برگزار کنیم. احتمالا لندن. اوه 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 اوه، چه لندنی این داره بازی میکنه، یا خدا. لندن با قلعه بزرگ ندیده بودیم تا حالا، مشابهش رو ندیده بودیم. قلعه برم، بیچار بازی کنه عالی میشه. بزنم با ای میزنه، هدفش اینه از حرکات اخیرش. از این رو بزنم سه هفت، ایده ای پنجه. نمیدونم والا، سریع بازی کنیم. مرکز رو تونست ببنده و ستون سی باز نشد برام. چه جالب که مرکز رو بسته ول کردیم رفت. خواد بزنه آیا؟ بزن. خب اینو بزنم. اچ در جشیش. قرار ماتشم احتمال. اوه وزیر در جشیش. چرا هیچی نمیبینم من این بازی ها؟ فیل در F7 داره، وزیر در G6 داره، اصلا خیلی ضعیف شدم. یعنی امروز رو فرم نیستم. اوایل خوب بود ولی دیگه بعدش به هم ریختیم. امیدوارم حالا بتونیم. وزیر در G6ش خیلی بد میشه. از B6 میشه یه کاری کرد، تلفات رو به حد اقل رسوند. بزنم با وزیر میزنه، با فیل بزنه. نمیخوام ستون اینا باز بشه. وزیر رو بزنم 3-6. F8 رو زد. با اسب پس بگیرم. E6 رو بزنم. ستون باز بشه میبازم. پس بریم وزیر رو بزنیم 3-6. F8 رو زد میشه 3-6. نه، با اسب پس میگیرم. زمانم بازم عقبم. بسیار عالی، بسیار عالی. فوق‌العاده. همه چیز فوق‌العاده. پیادم هم زیر زبی. اسب H5 باید بازی کنم. حرکت فیل ایدو رو چیکار باید بکنم؟ یه کاریش میکنیم ها. وضعیت خیلی بد. اسب برگردیم D7، پیاده رو نگه داریم. سرعت دیگه از این به بعد به دنبال سرعت خواهیم رفت. سرعت مجاز، غیر مجاز. حداقل بتونم ریتینگم رو از دیروز بیشتر بکنم. بازی نمی کنم دیگه، چون روز سختی رو داشتیم واقعا با این حریفی که باش بازی کردم. خب بزنم. نباید این کار رو می کرد که این رو پس بده، چون الان هم وزیری شیش، هم میشینم به این، هم میشینم به این، هم این، و چه لزومی داشت این قربانی رو بده؟ اینم مثل من قربانی میده. فیل G4 F5.
سوار داد. هیچ کار کنیم دیگه، زورمون به اون یکی نمیرسید، با این باید با این بنده خدا بازی کنیم. از ترجسه اوه به هفتم زیر ضربه، این همه حرف زدم حواسم به این نبود. این همه حرف زدم حواسم به این نبود که به هفتم زیر ضربه. بریم زمانشو بندازیم به نظرم. یه چاپ بازی کنم. وزیرمو دادم؟ من میشه وزیرمو اینجا بدم؟ مگه میشه وزیرمو اینجا بدم؟ وای وای، وزیرم رو گذاشتم براش. چند تا اوورلوک باید بکنم که رضایت بدم؟ دفعه بعدی که قبلی که خیلی خوب شد برای من، بازم میخوام همونو بازی کنم. بازی ها رو که میبینم و به اینا میبازم خیلی برام سخته واقعیتش، ولی خب بازی میکنیم دیگه، چون واقعا خوب بازی نمیکنن شطرنج رو و من دارم بهشون میبازم. خیلی چیز عجیب غریبیه. البته بازی قبلی که اوورلوک کردم، حالا طبیعیه یه فیلش اومده فنج، حواسم به وقت نبود. حواسم به وقت بود، ببخشید اشتباه گفتم. بزنیم به سه ایده فیل سه دو. دو 279 شدم، چقدر پایین اومدم. هرچه دیروز گرفته بودم دارم از دست میدم. حالا بازی میکنم تا زمانی که بالا بره، هیچ کار کنم. امیدوارم تصویر و ویدیو اینها هم اوکی باشه. سه چهار مهره نمیگیرم، فیل پنج داره. خب جی شیش، سه چهار فیل اف پنج، باور کن شانسیه ها، یعنی سه چهارش اگه ماره نمیده. سه دو اسب اف شیش داره. نه منم خیلی حرکت نمیبینم. فیل بزنیم اف چهار با ایده اسب بی پنج. به هر جهت، به هر جهت خدا یکم حرف نزنم بازی کنم که یکم تمرکزم برگرده. چه استریمری که حرف نزنه؟ استریمر خیلی خوبی میشه، استریمر ساکت مثل این دینگلیرن مثلا استریمر بشه، خیلی خوب میشه اگه دینگلیرن استریمر بشه. فیل در جسه میزنه وزیر کیش، فقط چرت و پرت محاسبه میکنم به خدا. بزنم افسه، زمانمونم برابره، خیلی جالبه. فیل ده پنجم داره. حالا یاره چه برنامه ای داشتم. به نظرم برگردم.
خب بریم بالا. بازم است پنج میتونه. نمیبینم حرکات رو واقعا، واقعا نمیبینم، یعنی هیچ گونه تعارفی نداریم، نمیبینم. همه چیز رو ساده کرد، الان وضعش بد نیست دیگه واقعا. اسبش هم نشسته خونه دی پنج و و و همه چیز مثل بازی قبلی. اوورلوک نکنم خوبه دیگه، روز بد داره هر بازی کنی، منم روز بدم امروز. سه پنجم بازی کرد، با قدرت داره بازی میکنه با هم. از این رو بزنم ده دو. پیاده منفردم پیدا کردیم شکر به خدا. اف 6 داره میاد، زیکیش رو بدم. پنج یه چند حرکت مطمئن بازی کنم توی بازی که وزم اینجا چهار رو بازی کنم. فعلا مطمئن نمیخواد دیگه. کیش داره میده رو خب بذارم یک. گهگداری تهدید حریفم ببینیم بد نیست، مثل این که وزیر در اینجا. وقت 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 کیش. آها بزن. وای 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 وای. خب این یکی ازش بردم. این بازی بعدی یه ریمچ دیگه باش بازی کنیم. شش بار سه پنج بازی میکنم. یه شروع بازی زیبایی رو داریم به اسم گامبی بنکو. آها اینش خیلی خوب بود. کاش میشد با این حریفا مثلا یه دقیقه چیزی بازی کرد. کم دیر اقدام کردم ولی خب بازم خیلی هم دیر نیست. اسب بذارم اچ پنج. فکر میکنم اینو بزنم، اینو بزنم، بعدش اسب و بیام اینجا. اوکیه، فیلت شیش داره البته. نه فیلت شیش تفاوت رو پس نمیدم چون این دفاع داره. میتونم هم پس بدم، میتونم هم پس بدم که بگیره. نگرفت. حالا دیگه نمیتونم پس بدم چون که F4 داره میاد. مثلا اگه رخو بذارم E8 F4
شیشو بازی کنم. بازم داره وزن بد میشه. در کمال باور. خب اسبو از کجا بیایم؟ من بیایم اینجا بهتره. یه حرکت دیگه نزنین رخ ما رو. شاید چیه که احتمالا بازی کنه؟ رخ ففرخ کی شاه اینجا. بعدش اسب رو میذارم به فش میریم آقا. من این مهره رو نگه میدارم تو بازی. ببینم چی میشه. خیلی ریسکه. ولی خب این کارو کردم تازه دیگه. ریسک بالایی رو میطلبید. بریم. رخ کی شاه چشت. وزیر درون وزیر. دارم مات میشم آیا؟ وزیری هشت فیل اینجا داره. شاجه هشت. بخشش. باید وزیری هشت رو بازی کنم. خوب یا بد؟ بینیم مات میشیم آیا؟ بله فیل هشت مات. همین شاه اینجا هم ماتم. وای 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 وای. نه ریمچ 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 ریمچ. تفاوت جلو رو هم نمیبرم. چیکار کنم دیگه؟ من فکر میکنه دفعه قبلی وضعش خوب شده مثلا. با این حریف هر چه قدم ببرم چیز خاصی نمیشه. بزنم رخی پن وزیر سه چار دارم. بیا یعنی فقط حرکت پیدا میشه براش. وگرنه سوار میداد. بیا فیلو میرم به پنج. روز بعد روز بعد دفع بازی میکنم دیگه. چیکار کنم؟ برگردم 2300 حداقل امروز رو جبران کنیم. روز 12 دیگه یکم خیلی سخته. فکر نمیکنم به 2500 برسم. ولی خب تازه چالش رو گذاشتیم تا آخرش رو میریم. ولی فکر نمیکنم با این طرز بازی که من دارم انجام میدم به این ریتینگ برسم. واقعیتش با این شیوه بازی خیلی بعیده که بهش برسم. مثلا من این حریف رو نمیتونم ببرم. این حریف رو باید خیلی راحت ببرم. من فیل به چار میبره رخ. فیل به چار مثلا میبره فیل. من وزیر ده هفت آخه کی بازی میکنم؟ فیل سه دو رو با ایده فیل به چار بش فیل سه دو بازی میکنم. زیاد فکر نکنم. ایده فیلی هفت رو دارم و شاهش خراب میشه.
فکر کنم بولتش راحت تر باشه از این بالا بردنش. بازم میخواد بیاد وزیرش رو به خونه F5. خب بیاد، همه چیز از همین بیادها شروع شد. بریم اومد G4، اسب رو هم بریم. F7ش پرید، چه میدونم کیشم نداری اینجا آخه بنده خدا. من چجوری ماتش کنم؟ اسب رو برگردم، داره بازم وقتم میافت. فیل کیش بزنه، وزیر کیش مات نمیشه. بیا وزیر رو میزنم D2. خنده داره دیگه واقعا برام که این وضعیت هم داره وقتم میفت. تونستم ماتش کنم، حداقل یه ریمش دیگه باش بزنم. حالا با یکی دیگه بازی نکرد ریمش رو، بریم با یکی دیگه بازی کنیم. سیسیلیا مورا، نه مورا رو هم بازی نمیکنه، اینجوری بازی میکنه. نمیدونم این لاینو واقعا اگه بلایی سرم اومد توی این شاخه به بزرگی خودتون ببخشین. خب ای6 سیسیلیا عادی رو بازی میکنیم ببینیم چه مشکلی برامون پیش میاد. از D5 نداره یه ساعته که من اصلا هیچ دقتی بهش ندارم. جالب بود که هیچ دقتی به از D5ش نداشتم، در نوع خودش جالبه. بزنه بزنه، آره منطقی تر اینه توی این وضعیت. وزیری 4 اونم منطقی ترش این همین بود که نزنه. حالا بیا اینو دفاع کن. بریم مجبوریم یه پیاده ضعیف بدیم اینجا. خب این بازی هم بوهای خوبی ازش نمیاد. فیل G5 داره میاد،
چیکار کنم؟ روز بدیه. بذار این فیلچه پنج رو بیاد. بذار این فیلچه پنج رو بیاد. چون با پیاده میزنم. مگه اینکه اینجا فیل در چف بزنه. اینجا فیل در چف داره. خیلی هم عالی. ندیدیم بازم. فوق العاده داریم. بد بازی میکنیم. خیلی عالیه. خدا. فکر نمی کنم به 2300 برگردم با این بازی. حالا نهایتش اینه که یه روز بدی رو پشت سر خواهیم گذاشت. روزهای بعد جبران میکنیم. وزیرش شاید دفاع نکنم از پیاده. باید فقط بیشتر بمونم تو بازی دیگه. تنها راه اینه. حالا یه اسب به چهارهایی پیدا داره میشه که یکم این فیلش رو بردارم از بازی. اینو با کیش بزنم. خب مشکل اینه که وزیرچ پنج دارم. آره یه وزیرچ پنجی دارم حداقل. وزیرچ پنج میزنه. میزنم تو اچ سه. پس گرفت با رخ میزنه. خیلی وضع بده در اون صورت. وزیر اچ 5 بزنه. میزنم تو اچ 3 با رخ میزنه. جه در اف 6 رخ در اف 6 نزدیک ماتم. خب وزیر کجا دیگه میتونم برم؟ 3 هفتم دارم برم که خوب بریم اچ 5 مجبوریم. نزدیک ماتیم. خود ماتیم. هرچی که هست باید بریم اچ 5. با اون زد. رخ خب شا بیام اینجا که ماتم. شا باید برم F8 احتمالا که مات نشم. حالا بدتر از مات میش. رخ اسب کیش شا F7. چجوری قرار مات بشم؟ G8 بریم. یه پیاده رو باید بهش بدم دیگه. چیکار کنم؟ تایمش رو میتونم بندازم احتمالا. خب یه وضعیت 100% بازنده رو در رفتم. بریم یه بازی دیگه. وای دفاع گرونفلد. فکر میکرد هندیشا بازی میکنم یا نمیدونم جریان چی بود. نمیدونم واقعا. یا فکر هندیشاه رو کرده بود یا این شاخ است و حالا احتمال اینکه شاخه باشه خیلی زیاده. شیشو بازی کنم. بزنه فیلم تو این خط خیلی قوی میشه. از چسه داره میاد. پیادش رو پس بگیره.
حالا قلعه بریم فعلا. 05 ای6 اینا دارم، زیاد مسئله ای نیست. بزنم رخی 8 پیاده رو حفظ کنیم. حالا یکم پیاده 3-5 هم ضعیف است و یه پیاده جلو هم. بهترین راه اینه که فکر کنم وقتی زیاد داری میبازی و اینها بازی نکنی، 3-6 رو بازی کنیم. حالا ده هفت که فعلا داره، حالا ای 4 رو بزنی چه میدونم. حالا اسب اومد اینجا که فشار بیاره به وضعیتمون. سریع داره 3-5 هم میزنه. به به، مشکلات دوباره پیدا شدن. داره 3-5 رو میزنه، داره از 3-7 بازی میکنه. جفتش آیا قابل دفاع هست؟ بعید میدونم. رو خب بزنم D8، 3-5 رو بزنه. بعدش A6 از 3-7 وزی در اینجا از در A8 احتمالاً اسبش گیر بیو. نه اسبش 3-7 رو داره کجا گیر. ولی خب D6 رو دارم بزنم. شاید اسبش گیر بیفته، شاید یه شایدی وجود داره. من جای اون باشم شاید رخو بزنم 3-1. خودم جای خودم باشم باید چی کار کنم؟ این اونو ولش کن، به 6 بازی کنم. وزیرم اینجا خیلی جاش بده. اسب E8 پیاده E4 رو میزنه. A3 بازی کرد که بعدن به این پیادهمون فشار بیاره. نمیدونم، یا A6 بازی کنم فعلا. همین دیگه، اومد رو این پیاده ای که مشکل داشتیم، کاریش هم نمیتونستم بکنم. B6 رو بازی کنم خیلی ریسکه، خیلی ریسکه. وزیرمو میدم. خب کلن باید چی کار بکنم حالا؟ از D7 از در E4 B6 وزیر فیل D2 وزیرم جایی داره برسن. همه ی بازی ها وزن بد میشه. نمیدونم چی کار کنم که از این وضعیت بیام بیرون. اصلا نخواستیم این پیاده، بیا پیاده B2 رو بزنم. چی کار کنم نمیدونم واقعا. آسرم بزنم، فیلو برگردم اینجا. هیچی نمیبینم برای خودم، برای حریف شاید چیزایی ببینم. حالا یه اسده چاری داره میاد، این یه روزنی امیدی باز شد. یه اسده چاری دارم، باز بد نیست. خب اسب بریم D4. تعویض وزیر که ندارم تو این وضعیت. فیلو گذاشت 3-4 نشست به مات. نمیدونم، چیزی هم ندارم آخه.
خب اینو بده من. یه کشتی هم بدیم. خب تونستیم با استفاده از شانس این بازی رو هم ببریم. همه اون بازیایی که از دست دادم داره جبران میشه، ولی خب خیلی بد دارم بازی میکنم دیگه. امروز رو ببخشین دیگه، به خاطر این حجم از بد بازی کردن. دفاع آلخین رو داریم بعد از مدت ها. حریفمون دفاع آلخین رو بازی میکنه که لاین جالبیه توی شطرنج. دوتا میخواستم برم به خدا، تازه یکی رفتم دیگه، چیکار کنم؟ حیفم از اوناست که ما هر کاری کنیم اون کارو میکنه. حالا پیاده ما 3-4 نیست، چیکارش بکنم این پیاده رو؟ بازی کنیم مهم نیست، بازی قبلی بدتر از اینم شد، دستمون هم نمیره به حرکت. یعنی سه چهار داره میاد دیگه، نمیاد. میشه بازیش کردن اون زمان، یه خود چه کاری. اسپا برم E5، زد با رخ بزنم. وضعیت ساده ایه، من نمیخواستم وارد این وضعیت بشم، خیلی ساده است این وضعیت، ولی خب تازه اومدیم تا اینجا، گفتم برگردم 2300 حداقل. یکم حالا ستون آ نیمه باز باز شده، نیمه باز باز شده. اصطلاحات جدید در شطرنج. تنها لمش اینه که سریع بازی کنی و دقیق، که حالا جفتش با هم دیگه خیلی سخت. یه چی میمونه بگو. خب داره میاد تو خونه دسه که دو فیل رو بگیره ازم. خب برم E3 نذارم، چون که بیاد D3 دو فیل رو میگیره. میخوام اسب F3 اسب E5 بازی کنم، من دو فیل رو بگیرم. تا ببینیم چی میشه. اسب بریم E5، ولی بزنه باید با رخ بزنم، بدیش اینه. با پیاده بزنم، چرا با پیاده نزنم؟ با پیاده میزنم، اسبش هم اینجا یکم جاش خوب نیست، میشه یه کارایی برای اسبش انجام داد. با رخ میزدم مساوی میشد. یعنی رخ F3 اسب H5 G4 تقریبا شاید یه مهرهی بگیرم ازش، شاید. خب تصمیم درستی گرفت، پیاده رو داد که اسبش رو فعال کنه. تصمیم بسیار خوب پوزیسیونی رو گرفت. حالا اسبش هم فعلا نداده. 3-3 فکر میکنم خوبه، چون که هم میشینم به اسب، هم به اینجا هم دفاع میشه. الان دوست داشتم بتونم چیز رو بازی کنم، ولی خب به دوست داشتن من که نیست. رو خب بزنم 3-4، G5 رو بتونم بیام. یه پیاده جلو هم، ولی خب چیز خاصی نیست. فیل G5 فیل در بس، فیل در D8، فیل در C4، فیل در C4 مساوی میشه. چیکارش کنم اینو؟ دفاع نداره اصلا. خب فیل جه بزنم، فیل C4 بازی کنم. اینم خوب نیست.
به چار میزنه رخ آس فیل در بسه نمیشه. چرا این میشه؟ رخ آس رو بازی میکنه. فیل در بسه، رخ در بسه، رخ در سه چار، فیل در سه چار، رخ سه هشت میشه، میشه بازیش کنه. رخ در به هفت، حالا مثلا از به شیش رو فیل سه جه پنج بازی کنم میزنه. بزنم اینو، فیلو بزنم ده دو. فیل سه چهار، سر رو بازی کنم. شو بیایم وضعیت رو به تعادل رسون، ولی خب تایم نداره دیگه. وضعیت رو به تعادل رسون، ولی خب تایمش رو انداختم. 2-3 شدم، برم یه بازی دیگه بازی کنم، چون حالا فکر میکنم تازه گرم شدم، تازه دیگه دارم خوب بازی میکنم، برم بازی کنم. نتیجه دارم میگیرم، خوب که بازی نمیکنم واقعا. دفاع گرونفلد شاخه فیل جه 5 رو بازی کنم، میتونه پیاده رو بزنه الان. نزد. بله برم فیل 6ش خیلی نقشه اینجا یه مستقیم اومده برای مات، ما هم مستقیم بریم مرکز رو به هم بریزیم. خب بزنیم ورژن خوبی نشد نه برای من. اصلا و ابدا ورژن خوبی نشده. سه دردش کی بود داشت میگفت خوب بازی میکنم، دارم خوب بازی میکنم، چه خوب بازی میکنم واقعا، فوقلاده. تا حالا هیچ اینجوری شطرنج بازی نکرده. خود ماتمون کنه این حریفم، ولکن نیست دیگه. حالا باید بازی کنیم ببینیم چی میشه دیگه. فشاری فقط روی این مرکزش داشته باشم که همین ابتدای بازی کار جای بدی نکشه. وزیر A5 به نظرم زد میزنم. حالا دیگه رخ به یکم داره، سه در ده چار، فیل در این ده در سه سه، وزیر ده چار کیش، ای پنج میزنه. از چه کشوری؟ کاناری آیلندز، بر جزر قناری. رخ دهش رو بازی کنم، یکم فشار رو به این مرکز اضاف کنم. تایممون هم تقریبا برابر شد. حالا باید ببینم ادامه بازی چی میشه. 1:30 شد، وای. امیدوارم که تا اینجا باشین، حالا یا تو چند سری ببینین. من بخش بخش میکنم ویدیو رو، حالا به زودتر میگفتم کسی تا اینجا نیومده باشه دیگه. بخش بخش میکنم که مثلا اگر 3-4 رو میخواد با 3 پس بگیره، وزیر در ده 2 رو با رخ پس میگیره. من میگم آشیشو بازی کنم فعلا. حالا اینم بزنم. خب آچ شما باشین آچار رو میزنین یا آچار رو زدن خیلی ریسک داره.
خب اینم یه آخر بازی بدیه برای من دیگه، کار از ریس گذشته، باید دیدو رو بزنم. 3-5 میزنه. خشم رسون 3-5. بله داره همه یه. چرا رخ از B5 نیومدم؟ چرا دیگه به درد نمیخوره، بریم بازی کنیم. از B5 فیلی 8. چرا این کارو کرد واقعا؟ بزنم که میزنه، ولی فیلو میتونم بردارم. حتی 3-8. من همین B5 میرم، پیاده رو بزنم. باید یه جوری رخ بزنم D7. B5 داره کیش گرفتم. آیا خب الان دیگه بحث زمانه. باید خیلی سریع بازی کنم. حالا تایممون داره برابر میشه، ولی خب باید خیلی سریع بازی کنم. پریموو هم نمیتونم بکنم، چون پریموو کنم یهو دیدی خیلی بد شد. خب زمان برابر شد، حالا خوبه. زمانمون برابر شد، خیلی خوبه. فکر نمی کنم میخواد بازی نکنه دیگه ها. یا یهو میخواد 3-8 وزیر بذاره. دیگه هر کاری کنه میبازه این بازی رو. که رو زمانم مانور نداد، 2309 شدم. یه بازی دیگه هم بازی کنم که یکم از دیروز بیشتر بشه، دیگه بعدش بازی نمی کنم. خب ای4، حالا مگه قراره حتما ببرم. کاروکان رو بازی میکنه، کاروکان پیشرفته. 3-5 رو میزنم. به نظرم اینجا اول فیل B5 رو بازی میکردم، به اینجا فیل رو میذاشتم ای3. D4 نداره چون میزنم. F4 پیاده رو حمایت میکنیم تا جایی که امکان داره. یه سه اسب F3 اینایی هم بازی کنم دیگه مشکلی نخواهم داشت. میخواد از دری 5 بزنه که بعدش مهره میگیره. میزنم 3-6 رو میزنم. B4 D4 داره خدا. D4 داره. 3-3. بازی کنم. حالا D4 کرد میزنم. وزیر F3 میکنم. ندیدم D4ش. خب خدا رو شکر که برای این چیزا اصلا اهمیتی قائل نیست حریف ما. قلم بریم، اسب بیاد اینجا، میام F2 بیاد اینجا، میرم D4. خب دیگه فیلم هم اینجا مستحکم شد. بکنم جدیدن یه بازی کارلسن ناکامورا توی مچشون همین لاین بود. A4 بزنم بزنه با رخ میزنه نمیشه. اسب بیارم D2. اونجا یه A4 وزیر B3 هایی هم بازی شده بود. خب میشه الان به فکر چیزای دیگه هم بود، مثل اسب G5 مثلا. ولی
خب این F6 بازی میکنه، ولش کن، F6 رو بازی میکنه و بعدش حالا نمیدونم چیکار کنم. سریع باید بازی کنم، وزیر رو برم برسه. سرعتم پایینه واقعا. حالا این بازی قبلی هم وقتم سرعت و وقتم پایین بود، ولی خب تونستم یک کاری بازی میکنم تا یکی ببازم دیگه. وقت ویدیو خیلی زیاد شده دیگه، داریم هر روز وقت ویدیو داره زیاد و زیادتر میشه، ولی خب بازی میکنم تا یه دونه ببازم، بعدش دیگه بازی نمیکنم. امروز رو هی این با این فرمون جلو میریم. چهارش پیادش ضعیف میشه برسه اینجا. خب بیام اینجا با ایده B5. حالا معلومم نیست بعدم B5 بازی کنم واقعیتش. خب A4 وزیر رو برگردم. شاید الان اگه مثلا H3 کنه، G3 کنم، وزیرش بتونه برسه B5، از خونهای سفید رنگم بتونه استفاده کنه. یه همچین چیزی شاید توی مد نظرشه. توی مد نظرش درسته یا غلطه نمیدونم، همون مد نظرش. خب وقت برابر شد، یه جوری باید وضعیت رو الان سر و سامون بدم. یه وزیری دو رخ E1 مثلا بازی کنم، رو وقتش کار کنم، خیلی مهمه الان روی وقتش بتونم کار کنم. خب اسب خودش رفت H6 داوطلبانه، وزیر رو بذارم E2، منم داوطلبانه، فیلو بذارم F2، نمیخوام فیلو بهش بدم، چرا بهش بدم، اسبو میرم D4 در آینده، پیاده هام رو سالم میکنم. خب اسبو بریم D4، پیاده ها رو مستحکم کنیم توی مرکز. وزیر B5ش بد نیست، تعویض وزیرها بزنم آسه. حالا آخی یک زمان هم هست، زمان هم هست، یعنی منظورم اینه که رو زمانم میتونم کار کنم. سه خب اسب F3 پیاداش خیلی ضعیفن الان، یه جوری باید بتونم ازش استفاده کنم. الان ببینید زمانو بد نظر دارم، دارم بد بازی نمی کنم، حداقل میتونم این رو بگم که بد بازی نمی کنم. وقتی زمان مد نظر آدم باشه، فعلا که نداره بزنه. خب این بازی رو هم بردم، یه دونه دیگه هم بازی کنیم. گفتم تا به بازم بازی میکنم، ببینم تا کجا میره این داستان. سه بازی شد، تیک بک نداره سایت. نه خب بریم، مهم نیست، یه شروع بازی جدید رو بازی میکنیم. اسب F3 B3، امیدوارم توی مراحل حساس تر بازی اینجوری بازی نکنم. بله حالا یکم حداقل از لحاظ زمانی خوب شد برام. 3-4 هم پریموف کنیم، چه پریمووی. مشکلی با پیاده آویزان ندارم من، خواهد پیاده آویزان درست کنه برام، درست بشه ببینیم چی میشه. فیلم فقط توی ای دو یکم فیل خوبی نیست، و یعنی مشکلی با ایجاد پیاده آویزان نداریم. خب بیام 3-1، فیل D3، رخی 1. خب 2300 بال 2300 هم الان، هر چقدر بازی کردیم تا اون تلفات رو جبران کنیم. فیلو برم D3، میخوام در آینده D5 و اینا رو بازی کنم. حواسم به این حرکتش نبود متاسفانه که وزیرش میتونه بیاد اینجا.
هفته. 5 رو دارم ولی چون نمیتونه بزنه حالا یه هفتش زیر ضربه. خوب شد برام ولی خب خودم هدفم این نبود، خودم میخواستم یه جور دیگه بازی کنم. میشه هم گفت هدفم این بود، بعضی ها میگن اینطوری بود و اینا. حالا سعی میکنم زمان رو خوب مدیریت کنم این بار، قول میدم بچه خوبی باشم، زمان رو یکم بهتر مدیریت کنم، اینا رو بردارم که یکم از سپ هم فیل سه دو شاید یا فیل اف یک شاید. مشکل اینه همیشه انتخاب وجود داره، همیشه یه انتخاب هایی هست و همیشه میشه یه کارایی کرد و همین باعث میشه که آدم دو دل بشه و به حرکات دیگه هم فکر کنه. ده پنج رو حساب نکرده بود، حالا منم خودم حساب نکرده بودم. دارم ده دری شیش میزنم، غیر از اون میتونم مثلا اسبی چار بازی کنم، زد با رخ بزنم، میتونم اسب رو بزنم به پنج آشیش کرد برگردم ده چار، اصلا جای خوبی میشینه. اینا همشون خوبم برای آیا اینترنت من قطع نشده که این حریف داره هی فکر میکنه جریان چیه؟ حریفام دارم بهم لطفام رو برمیگم، امیدوارم که اینترنتم قطع نشده. اینجا اینترنتم هنوز وصله، همه چی اوکیه. اسب رو بالاخره به 3-5 میذاره. میخوام وزیر رو بذارم اینجا که وزیر اینجا بازی کنم در ادامه. وزیر رو بذارم 3-2. ایده های کثیفی رو داریم. ولی خب الان ایده اصلی زمانشه دیگه. دارم چون 3 دقیقه است بدون فیشره، دارم رو زمانش کار میکنم. اسپی چار نداره، میزنم، میزنه با وزیر میزنم. چشیش شاید دشیش خوب باشه به با وزیر داره بزنه. حواسم به این نبود، حواسم به این افسم باشه فقط که اینو از دست ندم، بقیهش مهم نیست. اسپی دو رو بازی کنم. خب اسپی دو با رخ بزنه با وزیر میزنم، افسر رو میزنه، خوب نیست. خب وزیر ده دو، فیل در اف سه، وزیر در اف چار، فیل در اف چار، بد میشه. یه حرکت الکی بازی کردیم و وضعمون خیلی بد شد. اسپی دو با رخ میزنه، با وزیر میزنم، فیل در اف سه، با وزیر میزنم، وزیر در اینجا، شاه اینجا، مات نمیشم. حالا اگه مجبور باشم اینو بازی میکنم. غیر از این چی دارم؟ چه دشیش بدی بازی کردم خدا. رخ دری هشت اسپیدو میزنه، با وزیر میزنم، این بهتره. مات نمیشن دیگه این بار. این بار دیگه مات نمیشم، رخ یکی از رخاش بره بیرون، ماتی وجود نداره دیگه. دشیش هم نزدیک بود وضعیت خودم رو به فنا بده. خب این بازی رو هم بردم، 2322 شدم. بریم یه بازی دیگه، تا یه دونه باخت ادامه میدم یا اینکه تا اینکه توانش رو نداشته باشم برای بازی کردن. بعد یه ساعت تازه گرم میشیم، ولی خب مشکل چشم و اینا هم هست. سیسیلی کلاسیک. وزیر به 6 رو بازی کنم ببینم بلده یا نه. خوبه، ای پنج بازی کنه فوقلاده بلده. بله بلده. حالا من بلد نیستم دیگه. نمیدونم باید فیل جه هفت میکردم، ای پنج میکرد میزدم. حالا F4 داره، وزیر در ای پنج هم داره. الان رو نمیدونم باید چی کار میکردم. بله وزیر در اینجا،
شاید فیل پنج. شاید هم خوب بازی نکردم، نمیدونم. احتمالا خوب بازی نکردم. فیل جی 5 داره متاسفانه. مسئله این بود که فکر کردم اینجا فیل جی 5 داره، رخ ای 8. البته فیل دی 3 زیاد ترسی ازش نداشتم. اول بزنم، حالا یه پیادش رو خراب کنم، رخ رو بیام اینجا. این بد نیست، این دیگه حالا دوتا پیاده مشکل داره. خب میذاریم ده هشت، حالا فیلیسه رو داره البته. چکار کنم فیلیسه؟ حواسم بهش نبود. وزیر به هفت، به دو رو بزنم منم، ببینیم چی به چیه دیگه. حالا دلسرم دارم میزنم، متعادل میشه بازی. اومد اینجا، خب وزیر رو بذارم آس. فیل سه پنج داره، میزنم تو. آره وزیر رو بذاریم آس. یا حالا رخ آ هشتی دارم میام، فیل سه پنج هم دلسر رو میزنم. وقت 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 خیلی مهمه توی شطرنج، نه؟ بازم بهتر الان، به خصوص چون رخ هشت دارم. خب بسیار عالی، من خودم میخواستم رخم با هشت بذارم که شما اجازهش رو به من دادین. وزیر در اف یک دارم و وزیر به پنج. وزیر به پنج بهتره، چون رخ به یک رو میزنم. وزیر سه هفت نداره آیا؟ رخ سه هشت، حالا رخ به یک، حالا میزنم. آ چهار، اینو بزنم. خب خب یه داستانی هم اینجا پیش اومد. رو خواهش فیل اینجا، اوکی. اول از ده پنج رو برم. چرا من چیزی جلو نیستم؟ چرا من چیزی جلو نیستم؟ مشکل تو چیه؟ خیلی عجیبه که مهره، فکر کردم مهره جلو افتادم که زدم تو اف یک. حالا رو خواهش داره میاد، احتمالا یه چیزی بشه، ولی خب آ پنج داره. رخ در آ هفت بزنم، فیل در اینجا خطرناکه واقعا، نمیتونم بزنم. اینو میزنم. خب اف 6 باید بازی کنم دیگه، کاری ندارم دیگه، کار دیگه ای ندارم بکنم. چه خوب که گذاشت رو خاچا رو بازی کنم. یه دور برگردیم بریم بالا، شاه فعال کنم. مال دنیا ارزش نداره. آفرین. خب این بازی رو هم بردم، میگم تازه بعد چند ساعت بریم یه بازی دیگه باش بازی کنیم. هرچند ریتینگش پایین بود، شاید بازی نمی کردم بهتر بود، ولی خب تازه رفتیم بازی کردیم. بازی بعدی رو حالا سیسیلی کان یا
از سال فعلا تایمانوف، سیسیلی تایمانوف که منم خیلی وقت بازیش نکردم. میدونم یه وزیر افسه اینجا وجود داره، ولی اینکه دقیقا جریانش چی میشه رو یادم نیست. علیرضا هم فکر کنم مقابل کارلسن ازش استفاده کرد. علیرضا توی اون بازی B5 رو زد بگمانم، ولی F4، من F4 رو دوست داشتم. این بازی علیرضا کارلسن، علیرضا سفید بود که استر B5 زد و وضعش هم برنده بود. بازی رو هم تفسیر کردیم توی کانال، میتونید ببینید. حالا اگه برسم لینکش هم اینجا میذارم. ولی خب B4، B4ش جالب بود. F6 رو بزنم، C3 رو بزنه. اوکی، اسب B5. ظاهرا میخواد مجبورمون کنه بالاخره این اسب B5 رو بازی کنیم. با اسبم پس بگیرم دیگه ها، با اسبم پس بگیریم. یکم شاه خودم ضعیفه، شاه اونم ضعیفه، یه بازی دولبه میشه. تا ببینیم چی میشه. میشدم این ویدیو رو دوتا ویدیو کرد بعد از اون 5 تا باخت، میشد. خب بزنم رخ در آد و شاه B1، جه در F6 احتمالا بهتر باشه براش. نمیدونم واقعا وضع کی بهتره، چون خیلی وضعیت بغرنجیه. دوست داشتم از این کلمه استفاده. شما بزن B1. از D4 گفتم میکنم خب. یا نه، حالا میشه کارهای دیگه هم کرد. مثلا اسب رو بیایم D4 فعلا، ببینیم وزیرش رو کجا میره. چیز دیگه ای رو پیدا نکردم واقعیتش. خب وزیر B7 الان داره میزنه، بعدش یه کارایی میخواد بکنه، ولی خب خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست، چون وزیر B3 دارم همیشه. بخواد بزنه با رخ پس، الان باید خونه سفید رنگش رو تخته کنم، اونجا رو بگیرم. فیل 3-5 بازی کرد که نذاره چین اتفاقی بیفته. E6 رو بزنم. کم هم سریع تر بازی کنم، کار بدی نیست. زیر 6. اوه اوه اوه، داستاندار. حالا میتونه دوتا رو بزنه، بعد وزیر رو بذاره آشیش، که البته خیلی خوب نیست. من بیشتر هدفم این بود که زمان رو از دست ندم. حالا پیاده F6 رو گرفتم، خوبه دیگه، راضیم. نه میتونه البته یه کارایی بکنه در آینده. رو فیلش هم زد با نه 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 با همون وزیر میزنم. آره با همون وزیر بزنه، با همون وزیر پس میگیرم. F1 هم بزنه میزنم. آره زیاد فکر کردن نمیخواد. اونم بزنه میزنم اونم. حالا وزیر 3-5 کیش. و اینو میزنم، یه پیاده جلو هم. یه پیاده جلو هم A4 هم بازی کنم. آها کیشو بهم داد و مات شد. خب مات، بریم بازی بعدی. 2333 شدم.
شاید دیگه این بازی 2 ساعت داره میشه. خب با عکس بس هارمن بازیگر سریال کوینز گامبیت این حریفمون اینجاست. شروع بازی رو نمیدونم داره چیکار میکنه دقیقاً. میتونم 3-5 بازی کنم، اومد به 5، بریم تو فرمای بنکو. میتونم هم نه، یه به 6 اول بازی کنم، فیلو بزنم به 7. حالا داستان شد ای6. داستان ها داریم، داستان ها داریم. وضعم خوب نشد توی شروع بازی، باید یکم چوب تکون بدم که وضعم بهتر بشه. حالا فعلا 5 رو بازی کنم، این اسبو نگه دارم اینجا. خیلی دیگه داره اصولی بازی میکنه شطرنج رو حریفم. رخ F2 چی بود؟ خب نمیشه از این خونه های سیاه رنگ استفاده کرد؟ نه فعلا نمیشه. رخ بزنم E7. آچار رو که مشکل ساز میشه. وزیر رو چرا ما چون اسب رو برم H5، فیلی 5 اشتباه، یعنی الکی گفتم، اشتباه نکردم، الکی گفتم. خب بیایم رو، خب بیایم E8. بالاخره یه قربانی میدم اینجا من. حالا خواهید دید داره اسب A4 میاد تفاوت میگیره، فیل A4 داره تفاوت میگیره، قربانی چی میدی؟ اسب در G4 بزنه، فیل در D4 بزنه، وزیر در G4 کیش سوار رو ندم بهتره دیگه، چیکار کنم؟ فیلا 4 مهره گرفت. حالا دیگه نهایتش اینه که خلاص میشیم، میبازیم و میریم پی کارمون دیگه. حالا اسبا بیایم D7، شاید میخواد از 3-6 بازی کنه. اسبا بزن B8 فعلا. خب بیام D7. یه امکاناتی دارم به خاطر خونهای سیاه رنگش، یه امکاناتی دارم اگه بتونم مهره هام رو برسونم، یه امکاناتی دارم. الان مثلا اومد و با ما نسازه، باید وزیر رو بیام اینجا فعلا، اسبو برم E5، شاه بذارم H7 فعلا. سپاشیش خب اینو بگیریم ازش فعلا. نداد، مهره رو نداد، فکر کردم گرفتمش. باید سریع هم بازی کنم، نکته اینه که اون داره سریع بازی میکنه، منم باید سریع بازی کنم. خب نمیدونم چی کار باید بکنم، چه پنج رو بازی کنم. اومدیم ما مهره بگیریم، اون داره میگیره. ببرم اینجا، همه چی دیگه فوای، نه دیگه، دیگه نمیشه. خیلی بد شد. خب و
وزیرمون هم گرفت. خب خسته نباشیم، بس 2 ساعت ویدیو شد قشنگ، ریتینگ هم در نهایت شد 2327. خوبه دیگه، تا اینجا رو ادامه دادم، یکم اومد بالا ریتینگم، خیلی بازی کردم 2 ساعت، خیلی خسته شدم. امیدوارم شما هم خسته نباشین و لایک بذارین، کامنت بذارین و شطرنج زندگی لذت ببرین.